سلام به همه دوستان عزیز. تو روش هاشانه پراشه و شم پکد اتسرار میخونیم که سرای منو بعد از 90 سال، یعنی سرای منو وقتی که عروسی کرد بعد از سن 90 سالگی بچه به دنیا اومد. همونطوری هم تو افتاره راجب خنه میخونیم، خنه مادر شموئل هنوی. چرا اینا رو تو روش هاشانه میخونیم؟ چون که تو روش هاشانه حامله شدن. ولی یه چیز خیلی مهم که باید متوجه بشیم، سرای منو خنه هر دوتایشون سال حامله نمی شدن. سرای منو نوشته شده که اصلا رحم نداشت، حتی جایی که بچه بزرگ اصلا نداشت، مثل چوب بود، خشک بود. ولی ناامید نشد، هی دعا کرد. همونطور هم خنه هی دعا کرد. هر چیزی میتونست دعا میکرد به خدا. قدرت دعا خوندن. آدم روش هاشانه که میرسی چیکار کنم؟ اوچووه اوتفیله اوتصدکه معویرین اتراک زیره. چووه برگشتن، پشیمونی روی گناه ها. تفیله دعا بخون، دعا هر چی میخوای دعا بخون، ولی دعا بخون. خدایا ببخش منو، ببخش. دعا بخون که خدا ببخشتت. عصبانی نمیدونم چی، دعا بخون که این مریضیه بره، که اون که گئولا بیاد. گئولا و صدقه دادن، نه تو روش هاشانه البته، پول مکتس تو روش هاشانه، ولی ظرف این هفته، ظرف اثراتیم چوبا، آدم هرچی بیشتر صدقه بکنه، او صدقه تطیل میموت، صدقه از مرگ نجات میده، از مجازات مرگ. چقدر آدم اینجا خدا بهمون کلیدار داده که چی؟ که توی روش هاشانه ببریم جایزه رو، ببریم توی حکم، صدیق در بیاییم. پس ایشالله خدا کمکمون بکنه، بدونیم که یه شیطون هست که زدمون می جنگه، ولی می بایستی جبران کنیم، می بایستی ازش جلو بزنیم. ایشالله خدا کمکمون بکنه. شنه تو با متقاعد دوستان عزیز، و سعی کنین به همه ببخشید، حتی کسی که شایسته نیست ببخشید، که به شما هم ببخشند. و یه چیز دیگه مهم که یادم نره، بگذریم. کسی که میگذره نمیگه من حرفم حرفه، چرا روی حرفم گذاشت؟ نه، بگذر. حرفتو انجام ندادم، بگذر. چرا؟ اون وقت روی چیزی هم که به تو میرسه میگذره. شاید یه مجازاتی بهت میرسه، یه گناهی که میگذره. چرا؟ چون که تو هم میگذری. شنا تو و بسرات تو بود.